لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هیچ وقت یادم نمیره اون سفر زیارتی با اون همه ماجرا همیشه جلوی چشمه. گرما گرم شروع انقلاب بود، امام تبعید بود و شاه هنوز قدرت داشت. وقتی روحانی بزرگ شهر ما دستگیر شد، درس و تحصیل رو ول کرده موقت شدم متولی امور مسجد. منی که دائم سرم تو کتاب و درس بود، چطور میتونستم جای مرد بزرگی باشم که سالها تو قلب مردم زندگی کرده؟ ولی خب زندگی چه بخوایم چه نخوایم بهترین کلاس درس. سلامون علیکم. سلامون علیکم و رحمت الله. خجالت داره جوون با این هیکل پول بچه‌ای به این کوچولویی رو قاب بزنه. آقای واس تهمت نزن، من که دزد نیستم. خیر باشه آقای واس. حاج آقا خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید. مسئلتون آیا این درسته یه جوان با این قد و قواره پول بچه بیکوچولی رو قاب بزنه بدزده؟ استغفرالله آقا ایوز. خدا رو خوش نمیاد. یکم آرومتر صحبت کن ببینم چی میگی. اصلا اجازه بده آقا تایموز شما توضیح بده برادرم. حاج آقا این پسر جلوتر از من اینجا بود. خب آقا ایوز یه کاسه براش ماسک کشید، این پسر دستش کرده تو جیبش دیده پول نیست. طبق معمولم آقا ایوز شکش رفته به من. منم برای آبروی خودم دل این بچه دستم کردم تو جیب خودم پول ماستش دادم، مگه نه؟ نه دیگه. آقا ایوز خدا نرم به این پول داده بود ماست بخرم. بعد اومدم اینجا تو جیبامو کشتم هیچی نبود. بعد عمو تایموس پشت سر من وایساده بود پول داد به من، گفت یا اینم پول. بعد پول ماست خوش حساب کرد. خب دیگه گریه نکن دیگه عموتون، خدا رو شکر به خیر و خوبی تموم شد. حالا بیا بودو برو خونه، پدر مادرت منتظرت. بیا عموتون دیگه گریه نکنی یا بودو بودو. آقا تایموس شما هم خریدتونو بکنین و بفرمایید. من از این مغازه هیچی نمیخرم، سکه یه پولم کرد، خوبه ریش سفیده. برادر من تهمت زدن گناه کبیره است، خدا رو خوش نمیاد. ظلمی هم که محرز نشده، آخه چرا گرور جوان مردم رو میشکنی آقا ایوز؟ بهتان چی چیه حاج آقا؟ این پسره لاوبالی پول این بچه بیچاره رو قاب زد، بعدم اومد ادای فرشته ها رو در آورد. خوب شد اومد خواستگاری دختر من، من ردش کردم رفت، دخترمو بهش نمیدم حاج آقا. غیبت نکن آقا ایوز. غیبت چیه حاج آقا؟ این واقعیته. اگر این حکومت حاج آقا مسلح و دستگیر نمی کرد، تایماز و امثال تایماز و ارشاد کرده بود. شما هم که تازه اومدی اینجا حاج آقا، همه رو که خوب نمیشناسی. قربونت برم. خدا زای حق نشسته آقا ایوز. انشالله آقا تایمازم سر به راه میشن. انشالله بگذریم. داری برای ما یه شونه تخم و مرغ جوهر و دوات بدی؟ بله حاج آقا، شما جون بخواه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برات داریم. ببخشید فقط خیلی قابلتون رو نداره حاج آقا، فقط پول خورد شما امراتون هست حاج آقا؟ بله. برم بیارم. این آقا تایماز خویشاوند دور ماست، سرکش بود و خودسر. خب وقتی آدم شیطنت کنه چوبشم میخوره. اون موقع داشتن دستگاه کپی ظلم بود و تو دست و بال کسی پیدا نمیشد. ناتار اعلامیه های امام رو با دست تکثیر میکرد. چرا دیر کردن؟
بابا خیر کنه انشالله با این وضع و اوضاع. وضع و اوضاع چشه مگه؟ شاید پشت حاج آقا باد خورده. تو نگین آقا، مرد خداست بنده خدا، توهین نکنی دیگه. این که توهین نکرد چه؟ امروز سایم از جبور اومده بود مغازه ما خرید کنه، پول یه بچه کوچولو رو قاب زد. همون موقع حاج آقا امینی اومده بود مغازه ما خرید، این قضیه رو دید. آقا شما بگو لام تا کام به این تایمازی بار حرف زد، هیچی نگفت. ای آقا، من که میگم باید خودمون تنبیهش کنیم. اگه از من میپرسین به این حاج آقا امینی هم هیچ امیدی نیست. بابا اینجا خونه خداست، عجب آدم هایی انا. ما باید الگو باشیم، جای غیبت و تهمت نیست اینجا بابا. در مورد حاج آقا امینی هم من خدا تا همین مدتی که اومده تونسته همه مردم رو جذب خودش کنه. گمونم الانم داره کاره یا آجا موزده بکنه. سلامتی علماء اسلام، سلام حاج آقا محمد، سلام محمد محمد. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. حی السلام، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. الحمد لله خیر ان شاء الله. اجازه مرخصی میفرمایید. ده برادر ها شبتون بخیر، التماس دعا قبول باشه. ببخشید موضوع زیارت مشهد که هر سال حاج آقا مصلح میذاشتن، بله، فردا برقرار هست یا نه؟ قطعا آقا به طلبه، چرا که نه؟ تا من اینجا هستم نگران نباشید آقا سید. همونطور که اعلام کردیم عزیزانی که فردا میخوان مشرفشن به مشهد مقدس تشریف بیارن مسجد. فکر جاده ها رو کردید، ببخشید حاج آقا ناامن ها. آقا ایوست، امام رضا خودش زامن زائراشه، توکل به خدا. اون که بله به خدا. حاج آقا تو این بلبشو شنیدم لاتونوتو هم رفتن اجیر دولتی ها شدن، بله. شیر تو شیر شده مملکه. این مع العسر یسرا. آقا سید اینجاست که مؤمن باید نترس باشه، خودشو نشون بده، همیشه خون بر شمشیر پیروزه. توکل به خدا. بسم الله. ولم کنید، دستم بد کن، بد کن. چه خبره مسجد رو گذاشتین رو سرتون؟ به خدا خونه خدا حرمت داره. آج آقا داشت دوره بر خونه ما میپلکیدیم پسره بره. ای آقا لاته، وقتی مردم واسه عبادت میان مسجد تازه میره سراغ خونه هاشون، اینقدر بی وجدانه. شما که مسجد بودین چطور ندیده رو دیده میکنی برادر من؟ آجی حالا اینا فرد مسئله است، شما بگو با تایماز چی کار باید کرد؟ از خونه شما چیزی دزدیده؟ نه، ولی شاید یه روز بدزده. مرد مؤمن قضاوت قبل از جنایت چه نمی کنن؟ فلش کنید بره. فلش کنن بره این تایماز دزدو. حاج آقا مملکت قانون داره. بله مملکت قانون داره، اما قانون مملکت در حال حاضر تق و لقه، اما شر و عرف هنوز مستحکم پابرجاست. نه چیزی دیده شده، نه چیزی اثبات شده. آقا حاج آقا درست میگن. برش کنید بره. ببنید لا تهمت زدن گناهه. یه تشکر خوشگخالی هم از شما نکرد، همچنین سرش انداخت پایین در دیده. حاج آقا اصلا شما را اصلا حساب نکرد، مثل قاب سرش انداخت پایین رفت. دیدی حاج آقا زشته به خاطر سنتون. لا اله الا الله. آقا جان من نمیدید این طور رهانی کرد. بفرمایید بریم آقا، بفرمایید بریم. آقا ایوازی اومدم که تبرئه کردن رفت که قمازون بری قماز بچه پرو. اون شب خواب نما شده بودم، هرچی سعی میکردم خوابم رو ندید بگیرم بیشتر به قلبم چنگ میزد. احساس میکردم باید کاری بکنم. پروردگارا خودت بخیر. لا اله الا الله.
تایماس تایماس خاله پیغام داده بود کارم صبح رفته بودم اونجا همسایه‌شون یه دختر داره اینه پنجه آفتاب میگفت باباش تو بازار بزازی داره حالا مگه حتما باید دختر آقا ایوز باشه دختر خوب قد نیست زیاده سنالله قبل از این که سو چشام بره ها دلم میخواد تو رخت دومادی ببینمت حالا وقت هست اغلان از عمرم دیگه چیزی نمونده ایشالا 100 سال عمر کنی پس که یه عمر به پاسختم در خوشکت کردم تو زندگی فقط دو چیز ازت خواستم یکی همین حالا برآوردشو نکن تا من بمیرم دشمنت بمیره بیبی مگه نمیدونی مردم پشت سرم چی میگن یه بار یه اشتباهی کردم یه چیه یه چی برداشتم دیگه یدم وله میکنم این ایوزی هم نشرده سر نیزه هی میکوبه تو سرم مگه یادت نیست با چه آب روزی ما رو از خونش انداخت بیرون همه که مثل هم فکر نمی کنن. خدا خودش سبب سازه عزیزم ببین قسمتت چی میشه دیوونم کردی بیبی اذیتم نکن دیگه خستم به خدا داغونم همه دنیا هم که بگن تو بدی به درد نمیخوری ها من میگم تو دنیای منی تو همه چیز منی تو زندگی منی پسرم اغلان از خدا غافل نشو بیبی شرمنده شرمنده سرت داد داره سلام آقا تایماس سلامت آقا ببخشید دیر وقت مزاحم شدم یه عرضی داشتم براتون شما امر بفرما کی رو حرف شما حرف بزنه بفرما تو حاجی نه تایماس همینجا خوب زیاد وقت تو نمیگیره بشین یه خواهشی ازت داشتم میخوام روی منو زمین نندازی من یه لگابا کی باشم بخوام روی سید خدا رو زمین بندازم قضیه چی حاجی؟ فردا آقا مراد میاد اهالی محل بریم مشهد میخوام تو هم با ما بیام حواست به همه چی باشه آج آقا امینی ما دیگه کارمون تمومه خلق الله سوارشن که حرکت کنیم دیر وقت داشتی برای شادی روح جده سادات صلوات شادی آقا امام زمان صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا این پسر چرا نیومد بفرمایید برادر و خواهر بفرمایید آقا بفرمایید آقا بفرمایید بفرمایید جای شما با من خواهر Yeah, you want to be in the middle of the world.
التماس دعا، التماس دعا. آقا مراد، میشه یه چند لحظه صبر کنید؟ چرا مگه؟ چی شد حاجی جون؟ فکر میکنم یه بنده خدای خواب الان پیداش میشه. خواب؟ به چی؟ اونی که خواب بمونه همون بهتر که جا بمونه. مرد با قولش جاده از شوخی بردار نیست که. میخوریم به خنسی؟ خدایا اگر تو این نیت رو به دل من انداختی، خودت داور باش این پسر خودش نیومد. دیگه کاری از دست من بر نمیاد. نفوس بد نزن آقا مراد، انشالله که خیر. راه بیفت بریم. رو چشم آجی، رو چشم. بر محمد آل محمد صلوات. محمد آل محمد. سفر به خیر. آب را باید را خیلید. آب را باید را خیلید. وقتی با اون کت شلوار دیدمش از کاری که کردم پشیمون شدم. نکنیم برای دختر آقا عوض اومده. آقا مراد نگه دار، آقا مراد نگه دار. انشالله خیر. سلام آج آقا. علیکم السلام. دیر اومدی آقا تایماس. ببخشید آجی، میام ولی به حساب خودم. باریکالله آقا تایماس، خوش اومدی. بفرمی. الهی با امید تو. آجی جون تموم شد دیگه، حرکت کنیم آقا. بسم الله. نه آقا، کجا حرکت کنیم؟ عجب گیری کردیم بابا. چیزی شده آقا ایوز؟ بله که شده. خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام حاجی. آقا ایشون کی باشم؟ ایشون آقا تایمازن. بله تایماز چی، برو که همه میشناسن. من میخوام بدونم حاجی آقا، خیلی عذر میخوام، اینجا چی کار میکنه؟ آقا ایوز زشت، آبرو ریزی نکن برادر من، تهمت نزن. ایشون هم مثل من و شما و دیگر دوستان میخوان تشریف بیارن زیارت امام رضا. نه خیر، ایشون داشت تو زندانه، نه تو حرم امام رضا. آقای وز احترام خودتو نگه دار. شما آجانی یا گازی؟ چیه؟ بیا منو بزن. آج آقا من واقعا نمیفهمم شما چرا از همچین آدمی دفاع میکنید. آج آقا ما بچه ها بقیه با همچین آدمی زیارت امام رضا نمیاد. بله سفری زیارتی، اونم زیارت آقا امام رضا. بگیر بشین بچه، بزرگتر کوچکتر چرا حالی نمیشه؟ قدم به احترام آج آقا امینی چیزی نگو. عجب دور زمونه این شده، اصلا با بودن این آدم تو اتوبوس زن و بچه مرا امنیت نداره. حرف دهنتو بفهم، چرا با تو میزنی؟ آقا تایماز شما دیگه شلوغش نکن. خاگی نمیخوان من برگردم آجی، من که نخواستم بیام. نه شما باید بیای. یعنی چی حاج آقا؟ خیلی ببخشید، معذرت میخوام، آدم دوستم حمایت کردن داره. آقای وزی یه ذره حرمت این سید خدا رو نگردار، چرا توهین میکنی بابا؟ آقا مراد درست میگن، یک کم خجالت هم خوب چیزیه. قربون جدش برم، آخه سید خدا باید طرف دوست جماعت رو بگیره وقتی اون طرف قضیه گرده آدم محترم و با خدا هستن. برادرها، خواهرها، آقا تایمازم مثل من و شما عازم زیارت امام رضا هست. نه خیر، ایشون نمیخواد بیاد زیارت. حتما یه ریگی تو کفشش هست. اگه این بیاد زیارت من نمیام. نکن حاج آقا، من پولم از سر را نیاوردم. دختر بلند شو بریم. آقا مراد چمدونای ما رو بده پیاده شیم. بلند شو دختر، دیگه روتم بگیر. آقا مراد زود باش دیگه. به خاطر تندرگاز پول که آدم زیارت آقای امام رضا رو رها نمی کنه. ضمانت تایماز با من قبول.
شما هم بزرگواری کنید، بفرمایید بشینید، راه بیفتیم، دیره. باشه حاج آقا، این بارم به خاطر گل روی شما. خدا عمرتون، بفرمایید آقا مرد، بفرمایید بشین آقا تو امروز. به خودم گفتم چه اشتباهی کردم، ولی خب چاره ای نبود، خدا به خیر کن. اون روزا جاده خلوت بود و گاهی هم ناامن. هر جا دست مردم بود احساس ایمنی می کردی، هر جا نبود باید خودت رو می سپردی دست خدا. بابا چه خبرته؟ خب حالا چله تابستون نیست اینجا رختش گرفتی؟ خیلی خب بابا شلوغش نکن اونا رو چش. شنیدی فضول بردن جهنم گفت هیزومش تره؟ خب سر گفتی هیزومش تره، نمیگفتی؟ بابا ساکت باشین دیگه. حالا فهمیدی من چی گفتم؟ من فهمیدم، تو بفهم. اصلا چی میخوای از جونمو با این کراواته تکه بازه؟ بپا بشید آقایون، یکم رعایت کنید. خب حاج آقا، این آقای بلا تکلیف اینجا رو چهار دیواری خونش اشتباه گرفته. بیچاره اینقدر جنم نداره زن فرستاده جلو. حاج آقا بهش بگو مواظب حرف دهنش باشه، وگرنه حواستون هست کجا داریم میریم؟ یکم رعایت کنین دیگه. بله بفرما. شنیدی؟ حاج آقا نیومده ندیده میبره و میدوزه. آقا با شما هم هستم، بفرما. بفرمایید حاج آقا. شرمنده، بعضی ها 80 سالشون هم که باشه باز هنو بچه هن. حرف دهنه رو بفرم. اما اگه بس کنیم دیگه. حاجه ها بفرمیشون خجالت بکشی ریش سفیدی مثلا بچینه سریجاتون. خوب شد تایم از چیف بار به شما بگه بشینید دعوا نکنید. دنبال چی میگردی تایم از؟ آخ اینه که آدم ای وای، این که شکست، بدون این که من جایی نمیتونم ببینم. مشهد از اینا پیدا میشه؟ قیمتش چنده؟ ولش کن دیگه، اتفاقیه که افتاده. رد کن بیاد پولشو. چی؟ خسارت ای نکو. چرا من باید بدم؟ آقا تایماس کی خسارت خواست؟ بل کن آقا جون بیا. قانون و شهر میگه آجی. ببین کی از قانون و شهر حرف میزنه، رو تا بگیر. لعنت خدا بر شیطون. آقا نمیخواد، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا مراد بفرما بشین حرکت. سلامتی خودتون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا مراد، میگید شاگردتون یه آبی تو ماشین به چرخ کنن؟ آجی جون چشم، اونا رو چشم، ولی شما هم به اینا بگین ساکت باشن. جاده امن نیست، منم باید چشکان که حواسم تو جاده باشه. جای گیرگیر علکی میدن، گاهی هم تفتیش علکی میکنن. ای بابا خدا به دادمون برسه. بسر پاشو یه پارچ آب بگردون تو ماشین. خونه که؟ ایری قربونه دست دیگه لیوانم به من بگیم رو چشم همو. بدون اینکش نمیتونم بخونم. خانم آقایون یه جایی سرسبز سراغ دارم، نگه میدارم واسه نماز و نهار. این رستوران های تو رو یه قلو غذاشو به درد نمیخوره. خدا خیرت بده.
دست شما درد نکنه آقا مرد. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله ربي واتوب اليه. ای خدا، 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 ای این آقا الهات به زور چاق اومده از ما پول گرفته. یادت تو مسجد بهش محبت کردی. حالا دوباره دم در آورده. بله راست میگه آقا. راست میگه. های ماس. اینا راست میگن؟ بله دروغ هم گرفتی ازشون؟ دروغ ندادیم تاج آقا. از این پول اینا چه گرفتم؟ نمیدادن به زور گرفتم. پول شیشه هم نمیشه. برادر من. مگه من به شما گفتم پول عینکمو میخوام که رفتی از بنده خدا پول گرفتی. اشتباه کردی آقا تایماس. اشتباه کردی. بفرمایید نماز. حاج آقا قباحت داره زشته. یعنی همین پولشون رو بده و تمام. مگه اینجا سر گردن هست آخه خان قلا. آقا میگید چی کار کنم؟ همین بود ضمانتت حاجی. توبه ی گرگ مرگ حاجی ها. جوونه اشتباه کرده ببخشیدش حاج آقا. ما بالاخره نفهمیدیم شما طرف کی هستین. من طرف حقم. سلمون وقت نمازه. عجلو به صلات. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی ولی الله حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. حاجی جون میگن نمیایم. یعنی شهرونده ها میگن این آقا تایم از تو اتوبوسه نمیان. چیکار کنیم؟ حاجی اجازه بده من پیاده بشین. بشین آقا مراد. شما هم بشین پشت فرمون را بیفتیم. چیکار کنم حاجی؟ گفتم بشین پشت فرمون را بیفت. پس این بنده های خدا چی حاجی؟ نشنیدی چی گفتم؟ میگم را بیفت. بفرمایی. چشم حاجی جون چشم. مردم حق داشتن. از کاری که کردم پشیمون شدم. هیچ جوابی نداشتم. حدسم درست بود. آقا تایماز برای خود شیرینی جلوی دختر آقا ایوز هست و نیست ما رو به بازی گرفت.
یا امام رضای غریب تصادف شده. نگه دار آقا مراد، نگه دار. یا امام غریب، از چاله در اومدیم و افتادیم تو چاه. من چه کنم با این بنده های تو که به قصد زیارت به من تکیه کردن؟ او کلا جواهه، هرکی جونشو دوست داره چراغ اول روشن کنه. ای الله سب کنید باکسی ببینم بنال تایماز. این رسمش نبود، هنوز باورم نمیشه. دارم محبتاتونو جبران میکنم حاجی، دیدی که جون همه تونو نجات دادم. آقا ایوز چرا ازم تشکر نمی کنی؟ براتون جال و پلاس و زیرو میلزم شب راحت بخوابی، تا صبحم خدا کریمه. هیچ یاد جاش تکون نمیخوره. سایتر را بیافتی، تا جاندرما نرسیده سایتر را بیافتی. سواشو دیگه خوشحالش کن. آها مرگی باشن کنید کن. بابا حالا چیکار کنیم؟ بذار ببینم حاجا چه تصمیمی میگیرن. بیاین بریم پاسگاهی جایی، آخه تو این بیابون که نمیشه اینطوری. حاجا ببخشید. تکلیف چی اصلا؟ تا حالا که تایم از جیر بر بر حق بود و ما بر باطل. دیدی چیکار کرد؟ فهمیدی حاج آقا تایمازجی بر چه جونه وریه؟ اتوبوسو چرا بردی آخه؟ بنده خدا آقا ایوزی گفت که یه ذره به حرفاش گوش میکردی. نه نگو حرفا میزنی، حاج آقا که ما رو آدم حساب نمیکنه. قبل از اینکه راه بیفتیم با حاجی امینی گفتم جاده هم نیست، اما حالا ایراد نداره، پولاتون هم صدقه سر زن و بچه تون. بعد از اینش هم خدا کریمه، آفتاب که زد راهی میشیم طرف به پاسگاه میون راهی. حاجی شما اینقدر خودتو اذیت نکن. ای خدا کی میشه ببینم خاری زلالت این تایم از الهی امی. برادرای من، اون بند خدا که نمیخواست بیاد، من به زور آوردمش. به به، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. ای خدا دختر برو پدو خانوما بشین. الله الله الله. یا زامن آه، زامن من باش جلوی این بنده های بیپنه. چی بود تعبیر این رویای صادقه خدای؟ خودت کمک کن.
قلبم را یارت با اینجا یا هیون جا روسی هم نکن ها؟ صدا اتوبوسه چی؟ بلند شی صدا اتوبوسه بلند شی اوستا صدا اتوبوسه بلند شی شرمنده شدم از خودم چرا شک کردم که تایماز ضمانت شده بود؟ ظاهراً سفر ما هم با اومدن تایماز ضمانت شد. خدا ارحم الله گفتم چه جبران میکنم حاجی پس کیف پول من کو کیف پول شما اینجاست گفتم خودم بدم ببینم درست آقا ایوز بله حاجی خواه همه پولاشون و سائلاشون درسته آقا ایوت شما همیشه بزرگ مایی ما رو کوچک کرد بی خدا ننم همیشه با ما نون حلال داد پاکت گذاشتم ولی به امین امام رضای قریب مادم شیر پاک خورده ایم دو تا آرزو ننم داشت سر سامون بگیرم و عاقبت بخیرشم کاش تا وقتی زنده بود شما هم یه دست پدری میزدم میشه نازم به غیرتش آقای بس شما هم بیا تو این سفر بذار این جوون به حاجتش برسه دلتو نرم کن خوشبختی همه جوون ها صلوات محمد آلی محمد سوار شید را بیفتیم دیر نشید بفرمایید آقای بس یا علی خدا رو شکر ما در سر سامون گرفتیم انشاءالله به حق امام رضا عاقبتت هم به خیر باشه همسفر شدن تایماز دو تا حکمت واسم روشن یکی گال گذشتن سارقا و برگردوندن اموال مردم دیگرش همسر و سامان گرفتنش توی اون سفر زیارتی آقا تایماز با اون دوستا چی کار کرده؟ نکنه دستت به خونشون آلوده شده باشه ها؟ ای بابا آقا ایوز کتا بیا دیگه جوون به این خوبیو
الحمدلله دوست که نبودی، قاتل نشده باشی؟ نه بابا غیوز، بیدینا نشستن به ایشونوش، همین که خوابشون برد پا گذاشتن به فرار، همین. آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، هر چه دارم تو به من داده ای، هیچ ندارم که به نامت کنم.